دوستان عزیز و گرامی، سلام عرض میکنم خدمت حضور هر یک و یک شما. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین ان شاء الله که سالم و تندرست باشین. بنده عاشق کاشانی هستم، این صدام از لس آنجلس پخش میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم قبلا، داریم کتاب حرف شالوم عروش رو میخونیم درباره تشکر کردن از هشم. اسم کتابه هست شعرا به تودا، یعنی دروازه های تشکر از هشم. رسیدیم به صفحه 28 دوستان و اینجا حراب دارن به ما یاد میدن، میگن اگه دیدی که یه آدمی همش هی گریه میکنه یا دیپریشن داره یا ناراحته یا مبعوثه، به قول اسرائیلی ها میوعشه، یعنی از زندگی خودش سیر شده، تو بدون که این آدم آدمیست که قدردان نیست. چرا؟ به خاطر که اینجا حرف داره میگه اگه آدم قدردانی بود و میتونست حکیر توبه بکنه بدونه که قدر خوبی که هشم داره باش میکنه چیه، هیچ وقت دیگه ناراحت نمیشد. چرا؟ به خاطر که همش میدونست که هر کاری که هشم داره باش انجام میده همش به خوبی خودشه و ناراحت هیچ وقت نمیشد، هیچ وقت مبعوث نمیشد، ابیوس نمیشد و همیشه شاد و شنگول بود به قول معروف. نوشته اینجا ام اسرائیل، ای ملت اسرائیل. اینجا اینو حراب عروش داره واسه ما تعریف میکنه، میگه خداوند شما رو از مصر درتون بود، از خانه اودیم، از خانه ای که توش هممون همگیمون داشتیم بردگی میکردیم. چیکار میکردیم ما چیکار میکردیم توی مصر؟ صبح میشدیم با کتک، با اینکه بدون آب، بدون غذا، خود بریم ساختمون بسازیم، حمالی بکنیم تو این گرمای مصر، عرق بریزیم، بهمون غذا نمیدادن، آب نمیدادن. آخر سر که از مصر اومدیم بیرون، به مشربنو چی گفتیم؟ بهش گفتیم امنو لخا خدر میمنو به نودت مصرعیم. میگه ما بهت گفتیم ای مشه ما رو ولمون کن، ما تو مصر خوشمون بود، واسه چی ما رو آوردمون بیرون؟ واسه چی ما رو آوردیمون از مصر بیرون که ما رو اینجا تو بیابون خدا 40 سال ما رو اینطوری رامون ببری؟ حالا اینجا حرف داره واسه ما تعریف میکنه، ازمون داره میپرسه، میگه شما تو مصر چی داشتین؟ ما یاد خیلی به مصرعیم، شما اونجا بردگی میکشیدین، کتک میخوردین، چی میگن کوچیکتون میکردن، بهتون غذا نمیدادن، آب نمیدادن، زندگیتون زندگی نبود، تو خیابون خوب بخوابین، تو خاک و نمیدونم چی خوب بخوابین، هیچ کس محافظتتون نمیکرد، هر جایی که میرفتین تو سری خور بودین. بازم اومدین بیرون، به جایی که مدح هشم بگین، به جایی که از خداوند تشکر بکنین، بازم دارین گلگی میکنین از هشم. واقعا اینجا علامت سوال گذاشته حرام، میگه من واقعا نمیفهمم این موضوع رو. میگه این موضوع، این به اصطلاح این موضوعی که مردم میان و گلگی میکنن، میگه این یه چیزی که تو خون ما بوده از قدیم و ندیم. و میگه اینو حتی از آدم هریشون، همون آدمی که خدا خودش آفرید و شوهر خوابا بود که اون هفته تو پاشای برشی دربارش خوندیم، میگه موقعی که آدم اومد و گول خورد و اون سیبه رو یا اون میوه رو از خانومش که خوا بود گرفت و خورد، خداوند اومد گفت بهش که چه کار کردی؟ آدم چی برگشت بهش گفت؟ به خدا گفت هایشا اشر نتت ایمادی هی نت نلی و اخر. میگه این زنی که تو به من دادی، اون به من داد این میوه رو، من خوردم، من که نرفتم خودم از درخت بچینم بخورم، که زنیست که تو به من دادی. به خدا میگه، میگه باسه چی لخورا اینجا نوشته که هایشا اشی ناتتا لی هی نات نلی و اخل؟ میگه زنی که تو به من دادی، اون به من داد، من خوردم. میتونست فقط بگه که هایشا نات نلی و اخل، میگه این زنه به من داد، منم خوردم. چرا گفت هایشا اشی ناتتا لی؟ به هشم گفت، انگار میخواست بگه تو مقصری خدایا، این زنیست که تو به من دادی، اون به من داد این میوه رو، من خوردم، اگه تو به من نمیدادی من نمیخوردم این میوه رو. بازم اینجا رشید چی نوشته؟ رشید میگه که این حرفی که آدم هریشون، آدم شوهر خوا، جواب داد به هشم، این نشون میده که اونم قدردان نبوده. به خاطر همین موضوعی که گفتیم، به جای که بیاد بگه هایشا اشه نتت لی هی نتن لی و اخل، زنی که تو به من دادیم، اون به من داد، من خوردم، میتونه فقط بیاد بگه هایشا اشه نتت لی. چرا هایشا اشه نتت لی همین جمله رو گفت که چی؟ انگار مثلا میخواست بگه، انگار مثلا بدهکارش هم کرده خدا رو، خصم شدم، میخواست بگه مثلا زنی که تو به من دادی به خاطر توست، اگه تو به من این زن رو نمیدادی من این گناه رو نمیکردم. رشید اینجا میمیسه، میگه این تمام ریشش از اینجاست که آدم هریشون کفوی توبه بوده، آدم هریشون قدردان نبوده.
میگه کی؟ آدم شو لوک فوی تو با هو افم لو میتلونن. میگه به خاطر اینکه آدمی که قدردانه هیچ وقت تو زندگیش گلگی نمی کنه. دوستان ما حدودای 25 سال پیش توی ارتش بودیم، یه چیز خیلی معمولی بود سربازایی که میمدن و گلگی میکردن، یکی من میگفت آی پشتم در گرفت از بسی که سخت کار کردم، آی اینجام در گرفت، آی خسته شدم، آی گشنمه، آی اینم، آی اونم. افسرا اینو یه جوری نگاه نگاش میکردن انگار که مثلا از کوره موریخ افتاده پایین، اصلا چی میگن، اصلا جزء آدمش دیگه نمیدونستن اینو. یعنی میخواستن بگن خب تو که سختته، همگیمون سختمونه، ولی چرا اون فلانی گلگی نمیکنه، چرا اون یکی گلگی نمیکنه، فقط تو گلگی میکنی؟ چیه اون سخت کار نکرده، فقط تو سخت کار کردی؟ یعنی میخوام بهتون توضیح بدم که چی، که کسایی که میبینین دارن گلگی میکنن تو زندگیشون، این به خاطر این موضوعی است که اینا قدردان نیستن. واسه اینکه اگه قدردان بودن، آدمی که قدر میدونه هیچ وقت گلگی هیچ چیز رو نمیکنه، فقط مدح هاشم میگه، فقط تداربا میگه، فقط تشکر میکنه. از کی تشکر میکنه؟ از کسی که بهش اون خوبیه رو کرده. حالا تو سیچویشن ما هاشمه و این میتونه توی هر زندگی هر آدمی باشه که خانومش بهش خوبی بکنه، بچه‌هاش بهش خوبی بکنه، یا اون خوبی بکنه به بچه‌هاش. هممون موظف هستیم که همیشه تشکر بکنیم و توسط این آدم میتونه تمام خوبیه هاشم رو که باش انجام داده ببینه و ببینه که هاشم همیشه با ما خوبی کرده و میکنه و خواهد کرد. دوستان این بود چپتر امروز از کتاب حرف شلام عروش. تا دفعه بعد دست خداوند متعال میسپرمتون. روز روزگار بر شماها خوش.